سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بازم در خدمتتون هستم تو شبکه‌های مجازی. این بار میخوام در مورد موضوع متفاوت باهاتون صحبت بکنم و اهمیت پرسنل خوب در پرورش مرغ و گوشتی رو براتون توضیح بدم. ما حالا مرغدارها، جدای از بحث این که من دکتر دامپزشک هستم، ولی خب افتخارم اینه که یک تولید کنندم، یک مرغدار هستم. ما تو سن 42 روزگی این گله نژاد راس هستیم و حدودا کمتر از 12 ساعت مونده که در واقع این گله رو تخلیه بکنیم. با توجه به این که من ویدیوهای زیادی توی شبکه‌های مجازی منتشر کردم و اونهایی که اهل فن و صاحب نظر هستن این گله رو میبینن، این بسته رو میبینن، خیلی ها توی شبکه‌های مجازی میگن این 42 روزه نیست، ولی توی شمال کشور مرغدارای ممتاز بسیار زیادی داریم که با دان و جوجه خوب برندهای معتبر کشور که نمیخوام ازشون اسم ببرم در واقع کار میکنن و ضرایب تبدیل و وزن نهایی بسیار عالی میگیرن. ولی من تصمیم گرفتم دیگه در مورد عملکرد و وزن گله ها صحبت نکنم، چون وقتی صحبت میکنم ممکنه یه سری از افراد باور نکنن که چنین وزن عمل کرده هستم. ما در آینده برنامه اینه که در موردشون ویدیو بسازم. ببینید، این سالن نه سیستم هواکش بسیار عالی داره، نه هیترهای خیلی عالی داره، نه سیستم هوادهی خیلی ممتازی داره. حتی این هیترها که هر سالن حدوداً 600 متر تا 650 متر هستش، هر کدوم از این هیترها کلن تو این بازه زمانی 30 روز انتهایی یک سره روشن بودن. اما چه چیزی تونسته این در واقع وزن و عمل کرد رو برای شما بگیره؟ علت این که این وزن و عمل کرد گرفته شده به خاطر اینه که فقط پرسنل ممتاز میتونن این عمل کرد و این وزن رو بگیرن. کسایی که مرغدار هستن این رو درک میکنن که ارزش نیروی کار خوب، ارزش پرسنل خوب توی مرغداری چقدره. ببینید، ما مرغدارها تایم خیلی کمی رو داخل سالن ها میگذرونیم و من خودم به عنوان دکتر دامپزشک شاید در روز 2 ساعت 3 ساعت داخل گله ها باشم. اما اون چیزی که موجب عملکرد شما، بهبود عملکرد شما میشه، پرسنل خوب هستن. اگر ما به پرسنل آموزش بدیم و پرسنل رو اهمیت براشون قائل بشیم و طبق کتاب آقای ویلیام گلاسر که در ارتباط با مدیریت بدون زور اجبار و آقای دومینگ که در واقع ژاپن رو متحول کرد بر مبنای مدیریت بدون زور اجبار و مدیریت درست پرسنل عمل بکنید، واقعاً ارزش داره. خیلی هستن که در واقع نسبت پرسنل اهمیت قائل نیستن، اما واقعا این پرسنل خوب هستن که میتونن شما رو سرفراز بکنن. تمام این چیزایی که تو این سالن وجود داره، ببینید، خط دانخوریش توی عرض 12 کمه نسبت به در واقع تراکم 16-17 که اینجا ریخته میشه، تعداد نیپل ها بسیار کمتر از ظرفیت سالنه. اما چه چیزی باعث میشه که تو سن 42 روزگی با وزن 2 کیلو 900 تا 3 کیلو در واقع بارگیری بشه و ضریب تبدیل ها زیر 1.6 باشه؟ اون فقط تلاش پرسنله. من میخوام اینجا واقعا تشکر بکنم از تمام کسایی که اونها رو به عنوان کارگر مرغداری یا به عنوان پرسنل در واقع میشناسن و دستاشون رو ببوسن، چون واقعا زحمت میکشن، همشون شب و روز بیدارن و مردارا و کارشناسان واقعا باید حتما به اونها اهمیت بدن، براشون اهمیت قائل بشن. و اهمیت پرسنل فداکار یا اهمیت کارگرانی که مرغ رو با تمام امکانات، با تمام کمی ها و کاستی هاش در واقع بالا میارن، توی فصل زمستان و توی دیماه که من دارم این ویدیو رو در واقع منتشر میکنم، دیماه 1399، سرمای بسیار زیاد این منطقه، کمبود تجهیزات، این هیتر با فشار گاز کم داره یک سره کار میکنه و با این
کمبود تجهیزات، با این مشکلاتی که وجود داشته، قطعی‌های آبی که پیش اومد، مشکلاتی که توی در واقع رسیدن دان پیش می اومد، تو این شرایط صنعت چنین مرغی رو عمل‌آوری میکنن، این واقعا دم همشون گرم. من خودم به عنوان یک دکتر دامپزشک همیشه از پرسنل مرغداری واقعا چیزای زیادی یاد گرفتم و خاطرم هستش که زیاد نمیخوام حالا صحبت بکنم، حوصله شما را سر ببرم، اما من واقعا همیشه قبلا که دانشجو بودم یا قبل از دانشجویی توی سالن‌های مرغداری قدم میزدم، همیشه روزای بارگیری روزای ماتم بود، روزای غمگین بود، ولی سالهاست که این روزها داره به روزهای شادی تبدیل میشه و ما مرغدارا هم خدا رو شکر توی این مدت به کمک شرکت‌های بزرگ که در شمال کشور فعالیت دارن، مثل شرکت سپید ماکیان که من اسم میبرم اینجا، تونستن صنعت مرغ و گوشتی رو متحول بکنن و واقعا دست همشون درد نکنه با مدیریتی که داشتن. اینجا واقعا پایان دوره تبدیل شده به جشن شادی مرغدارا و عملکرد و ضرایبی که میگیرن به کمک پرسنل موفقشون خیلی لذت بخش شده و دم همشون هم گرم. خیلی ممنونم از شما که تو این نزدیک به 7 دقیقه با من همراه بودیم. امیدوارم همه شما سالم و سلامت باشید.